دو مهمان داریم، رضا طالبی روزنامه‌نگار که از ترکیه با ما هستن و اینجا در استودیو هم داریوش محمدپور پژوهشگر علوم سیاسی. سال اول را شما میپرسم آقای محمدپور. اینطور گفته میشه که سعید جلیلی رأیش وابسته به رأی‌های سازمانی و نوعی از تشکیلاتی بوده که وابسته است به نهادهای قدرت. چقدر الانی که در انتخابات شکست خورده میشه دولت سایه او رو جدی گرفت؟ عرض شود که یه نکته ای رو من قبل از این که به سوال شما پاسخ بدم بگم، و اونم این است که آقای جلیلی این کلمه لفظ دولت سایه و سایه رو زیاد به کار برده، همون جوری که کلمه جهش و نمیدونم ظرفیت رو تو این مدت ها به کار برده. یعنی یه بخشی از ماجرا این است که آقای جلیلی با این کلمات بازی میکنه بدون اینکه اعتنا به معنا و مفهوم اینها داشته باشه. یعنی شما وقتی میگید دولت سایه، آقای جلیلی شاید در ظاهر دنبال یه دولت مثل دولت سایه بریتانیا باشه، ولی در عمل به اقتضاعاتش آگاه نیست. این رأی سازمانی به نظر من باید یه خورده برگردیم به عقبه سیاسی ماجرا نگاه کنیم. من سه تا مثال برای شما میزنم که نشون میده که این خارق از ماجرای انتخابات، آقای جلیلی با این تفکری که ذیل عنوان دولت سایه داره دنبال چه چیزی بوده. اولین جا تو اون گفتگوی آقای پور محمدی سر ماجرای برجام با سعید جلیلی خودشونشون داد که رسما گفته بود که اگر، یا سر جریان فتح که گفته بود که اگر آقای روحانی نبود و شما بودی ما موافقت می‌کردیم. نمونه دیگه سر ماجرای کرسنت بود و سر ماجرای اختلاس، این حرفایی که حاضر نشد با آقای زنگن روبرو بشه. نمونه سومش این بود که در حمله به عربستان، سفارت عربستان سعودی، ایشون میگه من قبلا هشدار داده بودم به شورای عالی امنیت ملی. خب شما از کجا از قبل میدونستید که این اتفاق قراره بیفته؟ این سه تا نمونه نشون میده که نیروی سازمانی وجود داره ذیل هدایت آقای جلیلی که عملا در کار دولت و نه تنها در کار دولت، در کلیت کار نظام اخلال ایجاد میکرده و معناش این بوده که این یه جریانی داریم که ترمز حکومت رو میکشه، نه فقط مثلا رقیبش در سیاست. درست. آقای طالبی، ما در کنار دولت‌های مستقر عبارت‌هایی مثل دولت سایه، دولت موازی، دولت پنهان رو داریم که هر کدومشون معنای خاص خودشون رو دارن و اقتضاعاتی که آقای محمدپور هم اشاره کردن اقتضاعات خودشون رو دارن. چقدر واقعا این آدمایی که اطراف آقای جلیلی هستن و حالا برنامه‌هایی که او ارائه می‌کنه رو میشه در یکی از این قالب‌ها قرار داد؟ ببینید، حاکمان در مصلحت صد خون کنند. این چیزی که ماحصل سیاست‌های آقای خامنه‌ای است که ما به اینجا رسیدیم. یعنی وقتی که شما میدان رو فراهم می‌کنید برای اشخاص معلوم الحالی که به نوعی در یک دورانی زود در ولایت شما بودن با اون سابقه ای که، حالا نمیخوام زیاد وارد بحث تبارشناسی بشم، از حجتیه گرفته تا تفکیکی ها و اینها رو وارد یک کودتایی میکنید که در راستای بالانس قدرت در تمامی سیستم از یک آبدارچی گرفته تا وزیر رو در اختیار قرار میدن. البته سیاست و ساختار جمهوری اسلامی هم برای این هم مساعد هست که به نوعی خب ما نهادهای بسیار موازی هم در راستای قوه مجریه میبینیم و امروز هم ما شاهد این هستیم که آقای جلیلی به نوعی که جدا از تفکرات بسیار خطرناکی که ایشون دارن، خب منشعب از آقای میر باقری باشه و یا نزدیک با آقای حکیمی باشه از لحاظ تفکیکی ها، در راستای رسیدن به اون هدف خودشون که شما هم در توییتتون اشاره کردید که آقای ثابتی گفته بودن که این دولت در سایه مسئلهش کل حکومت هست و نگاه اونها امروزه به بحث جایگاه علی خامنه‌ای به عنوان ولی فقیه هست. اینها با استفاده از رانت‌ها و پورسانت‌ها و همچنین موقعیت‌هایی که ایجاد شد، حالا نمونه‌های مختلفش رو شما در اخبارتون هم کار کردید، از محمدی پور گرفته تا شاه میرزایی که در پتروشیمی هست تا صادق محصولی و فتاحی که به نوعی بنگاه‌های مالی و اقتصادی و یا حتی در محدوده فسادهایی که انجام دادن تامین کننده این دولت هستن، دولت درسایی، دولت طیبه، به نوعی که آقای جلیلی با استفاده از این اهرم و سبقه فکری که به نوعی داره در راستای برپایی حکومت اسلامی که در نظر گرفته میشه تمام تلاش خودش رو انجام داد که به نوعی فراتر از بحث ریاست جمهوری چشما رو به این جایگاهی که به نوعی به پدر دینی آنها متعلق هست به زمان ها رو به دست بیاره. تمامی شرایط به نوعی شده که در راستای تعدی هایی که صورت گرفته و در راستای
جاگذاری ها و حتی واگذاری های پست ها، مقام ها و همچنین بنگاه های اقتصادی در ساختار و درون ساختار اصولگرای آقای خامنه‌ای به نوعی فکر میکرد که میتواند با قدرت را متوقف میکند، این جناح ها را به نوعی در یک محدوده آگورایی اونها رو وارد بحث و منازعه بکنه و بتوان اونها رو بالانس بکنه. اما آنچه که به وجود اومده امروز چیزی شبیه مسئله فتح الله گلنی است که به نوعی روزی و روزگاری که در یک سفره می نشستن، امروزه همین کسانی که در یک سفره نشستن و یا حتی کسانی که در پشت پرده در یک جایگاه و در یک خط جنگ می کردن روبروی هم قرار گرفتن که به نوعی خطر اون رو هم علی خامنه‌ای هرچند به صورت ضمنی احساس کرده. فتح الله گولن اشاره جالبی کردید، روحی در تبعید اهل ترکیه که اول از رجب طیب اردوغان حمایت کرد، بعدا با همدیگه دوچار مشکلات جدی شدند. آقای طالبی گفتن که بحث ممکنه به فراتر از ریاست جمهوری کشیده بشه و مدل فتح الله گولن رو هم بهش اشاره کردند. شما چی فکر میکنید آقای محمدپور؟ آیا ممکنه که مثلا این تشکیلات اونقدری عقبه داشته باشه، بازو داشته باشه، توان داشته باشه که حتی به فراتر از ریاست جمهوری فکر بکنه؟ اجازه بدید من مخالفت کنم با آقای طالبی به این شرحی که خدمت شما عرض میکنم. در درجه اول حجتیه و پایداریش ها متفاوتن، یعنی این خیلی ساده سازی ماجراست که شما بگید انجمن حجتیه آخر شده پایداری ها. یعنی ما میدونیم که یه سیر تحول و تکامل اینا طی کردن و از یه گفتمان یه جایی استفاده کردن ولی کاملا شبیه به هم نیستن. عین این نکته رو درباره جنبش گولن هم میتونیم بگیم. ببینید گولن یه کسی بود که در ترکیه نهاد سازی میکرد، از جمله نهاد مدرسه سازی و نهادهایی که در حوزه جامعه مدنی کار میکرد و آقای سعید جلیلی هیچ کاری در حوزه جامعه مدنی نکرده. ببینید ما باید رو زمین حرف بزنیم، یه چیزی باید نشون بدیم که به تعبیر عموم مردم مشت پر کن باشه، قشنگ روی چیزی انگوش بذاریم بگیم آقا این فلان کاری که انجام دادن. یعنی شما میتونید در ایران مثلا به سلسله مدرسه های نیکان یا سلسله مدرسه های فرهنگ که هر کدومشون توی جهت خاصی یا مدرسه های علوی در ایران یه کاری انجام میدادن یا آدمای خاصی رو پرورش میدادن، نهاد متناظر با آدمی مثل آقای جلیلی چیه؟ آقای جلیلی در شورای عالی امنیت ملی موقعی که مذاکره میکرده نتیجه مذاکراتش معلوم بوده، موقعی که اخلال میکرده در کار دولت بازم نتیجهش معلوم بوده، اما این نهاد ساخته. سوال بعدی که باید بپرسیم اینه خب اگر چنین سیطره اختاپوسواری آقای جلیلی تا حالا تونسته در این مدت بسازه، خب پس چرا در این انتخابات شکست خوردن؟ یه چیزی باید یه جای کار حتما لغزیدن که اتفاق افتاده. البته اینا توضیح داره از یه جهاتی، اولا که مشارکت مردم که واقعا کسی انتظار نداشته دست کم در این حد مردم مشارکتی کنن که پزشکیان به ریاست جمهوری برسه، دوم کاری که آقای قالیباف کردن، یعنی با اون اختلافی که در بین اینا پیش اومد اینا عملا شکاف در بین اینا وجود اومد، سوم هم نقش آقای خامنه‌ای که حالا بعدا اگر فرصت شد دراش صحبت خواهیم کرد، ولی به گمان من این مقایسه سطحی است، دقیق نیست. نکته شما بود که نهاد سازی به اون شکل صورت نگرفت. آقای طالبی موافقید؟ ببینید منم بذارید مخالفتم رو اعلام بکنم در مورد مسئله فتح الله گلن، مسئله محدود به مدارس ایشون چه در ترکیه و چه در آسیای میانه و یا کشورهای آسیایی نبود، بلکه ایشون تلاش‌های بسیار طولانی مدتی رو با همکاری آقای اردوغان انجام دادن برای نفوذ در سیستم، از یک پلیس و یا نگهبان محله گرفته تا دزدیدن سوال‌ها برای وارد شدن افراد مورد نظر اونها در ساختار سیستم ارتش، پلیس و حتی نهادهایی که به نوعی اون شاید بگید کارمند جز هم بوده مربوط به آقای فتح الله گلن بوده و مسئله نهادسازی هم در مورد اینها به نوعی وابسته به اون حجره های فعالیتی ایشون بوده که به عنوان مدارس نورچی از سعید نورچی نشأت می گرفته و اونها تلاش رو کردن که به نوعی به صورت آرام و یواش این مسئله رو پیش ببرن، نه اینکه به صورت آشکار و همچنین عرض کنم خدمتشون که با نهاد سازی. در مورد مسئله ایم که من به حجتیه گفتم، البته خودم آقای مصباحی یزدی رو به حجتیه منصوب نمی کنم، در اون زمانی که مؤسسه داشتن ایشون در راه حقیا به نوعی مسئله چون مسیحیت بود، لنکرانی ها اهل سنت بود تا گرفته حجتی که مسئله چون بهاییت بود، مسئله از استحاله حجتی است، مسئله از اون زمانی است که در مجلس اون وقتی قانون من انتخاب اعضای انجمن به مناسب بالا تصویب شد بسیاری از اینها با تقیه وارد شدن، مگر آقای ولایتی، آقای حداداده، آقای کمال خرازی، کسانی که امروز هم در حول اوج آقای خامنه‌ای قرار دارند به نوعی منصوب به این جریان نیستند. مسئله این هست که این جریان به نوعی با یک چتری که
ایجاد کرده توانسته همه اینها رو در یک زیر مجموعه گردآوری بکنه که الان راضی به قوه مجریه نیستن. و اگر که گفته میشه که اجازه میدن سعید جلیلی در این مسئله شرکت بکنه، من از اول هم نوشتم این انتخابات یک پازلی بود برای شکست سعید جلیلی با هدایتی که آقای خامنه‌ای در راستای پزشکیان انجام داد. آقای خامنه‌ای خیلی کوتاه، وقتمون خیلی کمه. آقای محمدپور، واقعا نگاه آقای خامنه‌ای ممکنه به پدیده‌ای مثل سعید جلیلی و دولت سایه او چی باشه؟ ببین این دیگه حدسه دیگه، ما بیشتر چون سند نداریم ما که نمی‌دونیم انگوش بذاریم روی اینکه آقای خامنه‌ای چی فکر می‌کنه. آنچه که می‌توانیم با حدس قوی بگیم اینه که آقای خامنه‌ای در طول دوران زمامداریش هیچ وقت اجازه نداده کسی در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی از یه حدی بیشتر قدرت پیدا کنه، چه در ردیف فرماندهان سپاه باشه، چه در ردیف رئیس جمهور باشه، یا هر کسی دیگه. هر جایی که آقای خامنه‌ای احساس کرده یک کسی اندکی داره پاشو از گلیمش درازسر میکنه، بدون شک جلوشو گرفته. اینو شما در دوره دوم احمدی نژاد دیدید، در دوره دوم روحانی دیدید، در دوره دوم خاتمی دیدید، و همچنان که عرض کردم با فرماندهان سپاه هم اینو دیدید. هر جایی که از یه حدی فراتر برن این جلو اینا سد میشه. و این اتفاقی که در این انتخابات افتاد تا یه حدی به گمانم، این دیگه گمانه دیگه، حدسه، مدیون این است که آقای خامنه‌ای دیگه اجازه نمیده اینا از این حدی که رفتن فراتر برن. آقای طالبی، شما موافق هستید که محدوده بازی رو بالاخره آیت الله خامنه‌ای تعیین میکنه؟ بله، من هم موافق هستم که محدوده رو ایشون تعیین میکنه، ولی همه محدوده زیر رصد و نظر ایشون هم نیست. و کماکان هم گفتم در چنین شرایطی که بحران جانشینی هم در جمهوری اسلامی ایران مطرح است، فراتر از کسانی که به صورت آشکار، نه در دولت سایه، آشکار دارن مجادله میکنن برای گرفتن اهرم های قدرت بسیار زیاد شده. و علی خامنه‌ای هم فراتر از اینکه نگران سرنوشت جمهوری اسلامی ایران باشه، بیشتر نگران سرنوشت خانواده خودش هم هست. و گمان زنی من هم این هست که خامنه‌ای در این لحظات آخری که وجود داره، شاید اون توان و قدرت لازم رو برای این نداره که بتواند تمامی این کسانی رو که به نوعی در زیر عبای او پرورش یافته بودن رو مورد کنترل و همچنین نظارت قرار. بسیار ممنونم از شما آقای طالبی. رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول، و همینطور ممنونم از داریوش محمدپور، پژوهشگر علوم سیاسی، اینجا در استودیو.